کاگب در ایران نوشته ولادیمیر کوزیچکین افسر سابق کاگبه تهیه شده در بنیاد آینه کارم را در اداره اس با مطالعه ساختار آن شروع نمودم. در واقع در مدرسه 101 درباره جاسوسی مقیمین غیرقانونی تقریبا به ما چیزی نگفته بودند. تنها سخنرانی که در این باره ایراد شد بیشتر به جنبه های تاریخی اشاره داشت. درست از همان آغاز به قدرت رسیدن شوروی جاسوسی مقیمین غیرقانونی شکل اصلی و شاید تنها شکل جاسوسی بود که بلشویک ها به کار گرفتند. همه ی روابط دیپلماتیک قطع شده و سفارتخانه ها تعطیل شده بود. در چنین اوزایی بود که اداره بین المللی چکا تأسیس شد و به طوری که گفتم تشکیل شده بود از کمونیست های انترناسیونالیست که در کار کردن پنهانی در خارجه مجرب بودند. چکا به ندرت به یاری حزب‌های های کمونیست خارجی که اعضای کمینترن بودند متکی بود. تا پایان جنگ جهانی دوم وضع به همین منوال ادامه یافت. پس از آغاز جنگ سرد توجه بیشتری به کسب اطلاعات محرمانه به وسیله رزیدنسی یا نمایندگی کاگبه مستقر در سفارتخانه های شوروی معطوف گردید. جاسوسی مقیمین غیرقانونی کم کم از اهمیت افتاد. هنگامی که در اداره اس مشغول کار شدم، ساختار زیر را داشت. رئیسی با درجه ژنرالی بر این اداره ریاست می کرد و چهار معاون داشت. معاون اول جنرال بود و بقیه معاونان سرهنگ بودند. اداره اس ده بخش داشت. بخش اول مقیمین غیرقانونی در مرکز. جاسوسان بسیار مجرب برای اجرای معمولیت های ویژه مهم در آنجا کار می کردند. بخش دوم تهیه اسناد و مدارک این اداره که کارش گزینش و تهیه اسناد جعلی و اسناد پوششی و داستانهای پوششی برای مقیمین غیرقانونی است بزرگترین بخش اداره اس و در واقع شکل کوچکی از این اداره است بخش دوم به چند قسمت جغرافیایی و تخصصی تقسیم شده است قسمت شرقی آن همه ی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و خاور نزدیک و شبه قاره هند را در بر می‌گیرد. قسمت آلمان موجودیت جداگانه ای داشت. وقتی جنگ خاتمه یافت و آلمان به دو دولت مجزا تقسیم شد و جمهوری دموکراتیک آلمان تأسیس کردید جاسوسی مقیمین غیرقانونی شوروی با فرصتهای نامحدودی به کار گرفته شد تا از پوشش آلمانی که به دست آمده بود بهره برداری نماید. استفاده از این پوشش طی سالیان دراز کار اساسی اداره اس به شمار می رفت. به همین علت رسم شده است که ریاست نمایندگی کاگبه در آلمان شرقی را همیشه یکی از افسران عالی رتبه این سازمان عهدهدار باشد. قسمت اروپایی همه کشورهای اروپایی غربی به جز آلمان فدرال را شامل می شود. قسمت کشورهای انگلیسی زبان، کشورهای ایالات متحده و کانادا و کشورهای مشترک المنافع بریتانیا و خود بریتانیا را در بر می گیرد. قسمت آمریکای لاتین شامل همه کشورهای آن قاره است. قسمت چین تا 1978 منحصراً عهدهدار امور چین بود. اما پس از شکست کامل فعالیتهایش، امور مربوط به ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا به این بخش محول گردید. قسمت نفوذ آهسته و تدریجی اطلاعات مربوط به مقررات و سیستم را که در نقاط بازرسی مرزی در هر یک از کشورهای جهان معمول است بررسی می کند. قسمت اطلاعات جریانی دائمی از اطلاعات مربوط به همه جنبه های روش تهیه مدارک و اسناد در همه کشورها را دریافت می دارد تا به کمک آن به موقع اسناد و مدارک جعلی را فراهم کند. مجموعه قوانین ناظر بر اسناد سجلی جمعیت محلی را تقریبا از هر کشور جهان به انزمام نمونه ای از اسناد خصوصی و غیره در اینجا گرد می آورند. هیچ پرسشی درباره مدارک و اسناد نیست که در آرشیف های این بخش برای آن پاسخی نداشته باشند. قسمت فنی تهیه اسناد و مدارک جایی است که جائلان حرفه‌ای در آن کار می‌کنند. اینان می توانند هر سندی را به نحوی تقلید و جل نمایند که با کاملترین آزمایش های تخصصی شیمیایی هم قابل تشخیص نباشد. وقتی در آنجا بودم بر روی هم چهار نفر در آنجا کار می و همه کاری از دست آنان ساخته بود. نه تنها هر نوع ماشینالات دفتری را از سراسر جهان در اختیار داشتند بلکه در زرابخانه مسکو نیز که اسکناس های را چاپ می قسمت مخصوصی در اختیار آنها بود. ظاهرا باور کردنی نیست ولی واقع امر آن است که سازمان جاسوسی کاگبه خیلی به از اسناد جلی استفاده می کند و غالبا فقط اسناد اصیل را به کار می گیرد. بخش سوم اداره اس به انتخاب و تربیت مقیمین غیرقانونی اشتغال دارد. معموران این اداره دائما وضع دانشجویانی را که در انستیتوهای تعلیمات عالیه به تحصیل زبان و دیگر موضوعات میپردازند بررسی می کنند تا نامزدهایی را برای ایفای نقش مقیمین غیرقانونی انتخاب نمایند. مثلا در انستیتویی که در آن تحصیل می کردم همه می که تسارکوف معاون رئیس دانشکده، عضو کاگبه و شغل اصلیش زیر نظر داشتن دانشجویان است. بعد معلوم شد که وی افسری وابسته به بخش سوم اداره اس است. پس از آنکه در کاگبه مشغول کار شدم، خودم در اداره اس با او روبرو شدم. بخش سوم با شعب کاگبه در جمهوری های شوروی ارتباط نزدیک دارد. در بخش اول قسمت هایی هست که نامزدهایی را برای فعالیت غیرقانونی انتخاب می کند و وضع آنها را زیر نظر می گیرد. و نسبت به اقلیت های قومی کشورهای مجاور که در شوروی زندگی می کنند توجه خاصی مبذول می دارد. یعنی در عمل سراسر اروپا و آسیا را در بر می گیرد. بخش چهارم اداری جغرافیایی است شامل ایالات متحده و کانادا و کشورهای آمریکای لاتین وظیفه اصلی افسرانی که در این اداره کار می کنند، ایجاد شرایط حفاظت عملیات برای مقیمین غیرقانونی در کشورهایی است که در آنجا به سر می برند. به عبارت ساده، تأمین حفاظت تماس سری با مقیمین غیرقانونی وظیفه این اداره است. بخش پنجم، کشورهای اروپای غربی. بخش ششم، چین و ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا. بخش هفتم کشورهای عربی زبان شمال آفریقا و کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه و شبه قاره هند. بخش هشتم اجرای عملیات مستقیم. سابقا اداره تخصصی جداگانه‌ای بود و زیر نظارت مستقیم رئیس کل کاگبه قرار داشت در آن زمان اداره وی نامیده میشد و عملیات مستقیم را اداره می کرد. یعنی عملا همه کسانی را که به مخالفت با مقامات برمیخواستند از میان بر می داشت. به هر حال باید یادآور شد که اصطلاح کارتر یا ویت جاب که مدتها نقل محافل قرب بود و به کاگبه نسبت داده میشد، جزء جزو فهرست اصطلاحات کاگبه نیست. قتل نفس عمل مستقیم نامیده می شود. ولی کارتر اصطلاح جنایتکاران است. این بخش مسئولیت طراحی و تمهید اقدامات خرابکارانه و فریب دادن دشمن در خارج از کشور در صورت وقوع جنگ و از آن جمله مثلا ترور کردن اعضای هیئت دولت دشمن و فرماندهان بلندپایه نظامی و تخریب نیروگاه ها و مسموم کردن آبهای آشامیدنی را بر عهده داشت. این بخش مقام ممتازی داشت. حقوق کارمندانش نسبت به سایر کارمندان اداره کل یکم پیگ او 20 درصد بیشتر بود. اقدامات مستقیم اداره وی در 1972 متوقف شد و سه علت داشت. یکی آنکه سیاست تنش‌زدایی میان ایالات متحده و اتحاد شوروی آغاز شده بود. دوم این که رهبران شوروی متوجه شدند که تعداد مخالفان سیاسیشان هم در غرب و هم در اتحاد شوروی رو به افسایش گذاشته است و دیگر از میان برداشتن آنها تقریبا محال است و سوم بدان جهت که اولگ لیالین یکی از افسران این اداره در 1971 به بریتانیا پناهنده شد و اسرار بسیاری را افشا کرد پس از آنکه که عملیات گسترده ی این بخش متوقف کردید، افسرانش از سر تا سر جهان احضار شدند و خود این بخش از اداره مستقل وی به بخش هشتم اداره اس تغییر یافت. عواملی که در خدمت اداره وی بودند زیر نظر قسمت‌های جغرافیایی اداره اس قرار گرفتند. تنها کاری که بخش هشتم انجام می‌داد، تهیه طرحهای عملیاتی فوقالعاده برای یک جنگ احتمالی و تربیت کردن افسران کاگبه و مقیمین غیرقانونی برای کارهای خرابکارانه بود حقوق این افسران را به میزان حقوق سایر افسران اداره اس کاهش دادند. با شعله شدن آتش جنگ در افغانستان، اهمیت و فعالیت این اداره فزونی گرفت. در فصل آینده در این خصوص بیشتر صحبت خواهد شد. بخش نهم امنیت مسئولیت افسران این اداره تدارک حفاظت عملیات مربوط به مقیمین غیرقانونی است. پیشرفت هر عملیاتی را مستقلا تعقیب می کنند و چنانچه ببینند ادامه عملیات خطر گرفتاری مقیمین غیرقانونی را در پی دارد وارد عمل می شوند. این بخش چندان محبوب نیست. چون همیشه ادامه عملیات خطرناک را متوقف می سازد. ولی از سوی دیگر وجود آن به حفظ امنیت مقیمین غیرقانونی کمک می کند. بخش دهم ده فعالیت های اطلاعاتی در قلمرو شوروی. سعی می کند دانشجویان خارجی را که در اتحاد شوروی تحصیل می کنند و بازرگانان و دیگر خارجیان را برای استفاده در جهت تقویت عملیات مقیمین غیرقانونی به خدمت بگیرد. در اداره اس دسته های خاص بیشتری هم هستند. مقیمین غیرقانونی، منبعهای غیرقانونی و عوامل ویژه. مقیمین غیرقانونی یکی از اتباع شوروی است که درجه نظامی دارد و تعلیمات خاصی دیده و مدارک لازم برای اینکه به صورت طبعه یک کشور خارجی درآید برای او تهیه شده است. نامزدان این شغل را بخش سوم اداره اس از میان جوانان سرتاسر سر اتحاد شوروی انتخاب می کند. میار گزینش عبارت است از ظاهر مناسب، استعداد قابل قبول، ذکاوت جامع الاطراف، عضویت در یکی از گروه های قومی مورد نظر. نباید فکر کرد که مقیمین غیر قانونی را گروه گروه تولید می کنند. تحت نفری انتخاب می شوند ولی چند نفری بیشتر نمی توانند در زمره مقیمین غیر قانونی پذیرفته شوند. چگونگی این کار بدین شرح است؟ مثلا در یکی از انستیتوهای زبان خارجه دانشجویی هست که استعداد ای در فراگیری زبان دارد. از نظر هوش نیز پیشرفت فراوانی می کند و دارای شخصیت نیرومندی است و ظاهرش طوری است که میتواند به عنوان یکی از اتباع یک کشور اروپای غربی بر بخورد. از نظر روانی نیز سالم است. همه این صفات توجه بخش سوم را به خود جلب می کند و محرمانه او را زیر نظر می گیرند. چنانچه نتیجه این مراقبت رضایت بخش باشد، خدمت کردن در کاگبه را به او پیشنهاد می کند. اگر قبول کرد، آنگاه به او میگویند که به عنوان نامزد ایفای نقش مقیم غیر قانونی در نظر گرفته شده است. اگر با این پیشنهاد هم موافق بود، تعلیمات ویژهاش پس از فراغت از تحصیل در انستیتو آغاز می گردد. در صورتی که نامزد از قبول این پیشنهاد امتنا کرد، التزامی کتبی مبنی بر افشا نکردن این جریان از وی میگیرند و او را به حال خود میگذارند هیچ پیامدی در کار نیست تعلیمات ویژه به طور متوسط چهار تا شش سال به درازا می کشد. به فراگیری زبان توجه زیادی می کنند. این نامزد چهار سال تمام را صرف یاد گرفتن زبان اصلیش می کند تا آن را مانند زبان مادریش فرا بگیرد. همچنین یک زبان دوم عملی را به او میآموزند. مقیمین غیرقانونی معمولاً به کشورهایی اعزام می شوند که به زبان عملی سخن می گویند و نه به زبانی که همچون زبان مادری آموختند. به این طریق احتمال لو رفتن و گیر افتادن کاهش می آبد. مثلا مقیمی غیرقانونی که مدارکش ظاهرا او را انگلیسی معرفی می کند به فرانسه می رود. که زبان عملی او در آنجا صحبت می شود و سعی می کند از انگلیسی ها که زبان به اصطلاح مادری او را حرف می زنند و ممکن است بر اثر کوچکترین لغزشی در تکلم لو برود دوری کند. اما اگر مقیم غیر قانونی از یکی از گروه های قومی باشد و زبان خارجی را مانند یک بومی آن زبان بداند، آنگاه توجه بیشتری به تعلیم زبان عملی به او مبذول می گردد. و ممکن است برای کار به سرزمین پدریش فرستاده شود. زبان را مقیمین غیرقانونی سابق در درسهای انفرادی تعلیم می دهند. مطالعات منطقه‌ای هم در این مرحله اجرا می گردد. داستانهایی درباره اینکه برای تعلیم مقیمین غیرقانونی مناطق مسکونی مفروضی به طور جامع و کامل مانند جو کشور خارجی احداث گردیده است چیزی نیست جز افسانه هایی که از ذهن بسیار خیال پرداز نویسندگان آنها تراویده است. از همان آغاز تعلیمات نام کوچک نامزد را عوض می کنند و اسناد سجلی تازه به او می دهند، و موقعی که در مسکو تحت تعلیم است داستانی پوششی از زندگانی تهیه می کنند. وی نیز از همان روز اول سعی می کند خود را با زیستن در قالب شخص دیگری عادت دهد. او را در یک آپارتمان عملیاتی منزل می دهند که معمولا در یکی از مجتمع های مسکونی مسکو قرار دارد و به هیچ وجه با کاگبه در ارتباط نیست. نه نامزدها و نه مقیمین غیرقانونی هرگز خودشان به درون ساختمان کاگبه قدم نمی گذارند. درباره ساختار و طرز کار دستگاه کاگبه کوچکترین چیزی به او گفته نمی شود. وقتی کسی چیزی را نداند، چنانچه دستگیرش کنند، نمیتواند حرفی از آن بزند. دریافت پیام های رمز از مرکز و کشف آنها، تهیه پیام های کتبی سری، انتخاب ناقل بیروح برای قرار دادن پیام های کتبی، گزارش نویسی اطلاعاتی و عملیاتی، نشان کردن و استخدام افراد تازه، همه اینها جزو تعلیمات ویژه است. کسانی که مسئول تربیت نامزد هستند بلافاصله او را زیر زربین قرار می دهند. آپارتمانش را به وسایل استراق سم مجهز می سازند و او را تعقیب و مراقبت می کنند. نامزد ضمن که ارتباطهایش را با هر کس که باشد باید گزارش دهد، رفتار او دقیقا تجزیه و تحلیل می شود و مرتبا به احوالش می رسند. نامزدها البته نمیدانند که در این دوره بیشتر کسانی که در زندگی روزمره با آنها مشهور می شوند مأموران بخش سوم هستند. هر افسر اداره اس موظف است بخش سوم را در تربیت مقیمین غیرقانونی یاری بدهد. وضعیتی به راه میاندازند که یک مأمور اداره اس تصادفاً با نامزد آشنا شود. یا به نامزد مأموریت می دهند که با شخص معینی باب دوستی را باز کند. یک بار در چنین بازی شرکت کردم. به نامزد گفته بودند که من یکی از مقامات وزارت امور خارجه هم و مزنون به پخش مطبوعات ضد شوروی. او مأموریت داشت تا در وقت نهار در کافه‌ای که از وزارت امور خارجه چندان دور نبود بر حسب اتفاق با من آشنا شود. کار به این شکل انجام شد. ما رابطه دوستانه ای برقرار کردیم. او نتیجه را به رئیسش چنین گزارش داد که به نظر او سوء زن درباره من اساسی ندارد. پس از هر دیداری گزارشی می نوشتم و ضمن آن طرز کار نامزد را تشریح می کردم. سپس من و یکی از افسران بخش سوم گزارش های نامزد را درباره آن ملاقات ها تجزیه و تحلیل می کردیم و طرح عملیات بعدی را می ریختیم. با گذشت زمان آزمون هایی که برای نامزد تهیه می شود پیچیده تر می گردد. ممکن است زنی را معمور آزمایش او کنند تا ببینند نسبت به جنس مخالف چه عکس نشان می دهد. مثلا او را به شهر دیگری می تا در کارخانه سری که محصولات نظامی تولید می کند کاری بیابد. پیش از پایان گرفتن دوره تعلیماتیش، ممکن است با مدارک جعلی او را به عنوان توریست به آن نواحی از اتحاد شوروی که محل گردش توریست هاست اعزام کنند. در همه این احوال اعضای شعب محلی کایبه البته او را زیر نظر دارند و آزمون های گوناگونی را برایش ترتیب می دهند. مثلا یکی از نامزدها را به صورت یک توریست کانادایی به باکو فرستادند. طبعا دوستان محلی فوراً سر راهش پیدا شدند یک روز به او مأموریت داده شد تا در ساعت 11 بعد از ظهر برای دریافت پیامی رادیویی در هتلش حاضر باشد. به دوستان او که از کاگبه محلی بودند دستور داده شد برای نامزد وضعی به وجود آورند که حضورش در ساعت معین در هتل غیر ممکن گردد. آنان مهمانی مفصلی ترتیب دادند و سپس برای ادامه زیافت به ویلایی در خارج شهر رفتند. نامزد خواست از رفتن به ویلا عذر بخواهد اما به او گفتند که بنا به رسم شرقی ها مهمان نوازی را نمی توان رد کرد زیرا توهین بزرگی تلقی می کردد. وقتی شب به درازا کشید نامزد مسرانه از دوستانش خواست تا او را به هتل برسانند اما آنان خود را به مستی زدند و گوششان به دهکار نبود در اینجا بود که نامزد از پای درآمد و شروع کرد به روسی حرف زدن و اظهار داشت که عضو کایبه است و باید فوراً به شهر برگردد. طبعا دوره تعلیمات این نامزد در همینجا خاتمه یافت.